خب بچه ها الان اومدیم یک مثال حل کنیم یعنی مثالی که در واقع توی جلسه قبلی گفتیم اینکه چند چند تا عدد چهار رقمی داریم که ارقامشون تکرار شده و بیایم اینها رو بشماریم در نگاه اول یکم سخت میاد چجوری باید بفهمیم یه عدد ارقامش تکرار شده یا نه ولی اول بیاین اینو درک کنیم که چجوری این کار رو با پایتون انجام میدیم بعد یه حلقه میندازیم و تعداد حالات رو میشماریم بچا فرض کنیم مثلا ما یه عدد یک دو سه چار داریم و یه عدد دو سه چار چار میخوایم ببینیم کدوم از اینها که چهار رقمی هم هستن توشون تکرار ارقام هست بچا برای اینکه یک عدد رو ارقامش رو دونه دونه جدا کنیم میتونیم از استیار استفاده کنیم و بعد ست کنیم یعنی چی مثلا ست استیار ست یک دو سه چار میشه یک دو سه چار یا مثلا ست استیار ست یک دو دو سه چار چار میشه دو سه چار خب چار دیگه تکرار نمیشه تو مجموعه بچه چه عددی الان میفهمیم که تکرار ارقام داره عددی که اگه مجموعش کنیم ستش کنیم طولش با در واقع طول خودش طول ارقامش یکی نباشه چطوری خب میایم اون تکراری ها رو حس میکنیم مثلا یک دو سه چار خب ببینین و اینجا هم بیایم خود در واقع لیست استیار یک دو سه چار رو ببینیم ببینین یک دو سه چار که میشه ارقام این عدد و یک دو سه چار میشه ارقام متمایز این عدد خب طولشون برابره پس یعنی همه چی اوکیه و این تکراری نداره در واقع یعنی همه چی اوکی نیست در واقع یعنی حالات حالتی که ما نمیخوایم اینو بشماریم الان ببینین دو سه 4, چار, چار رو ببینیم ببینین این شد دو سه و چار این شد دو سه چار چار طولشون یکی نشد خب یعنی این وقتی به ست تبدیل میکنیم طولش یه دونه کمتر شده حالا دو تا کمتر پس نتیجه میگیریم این تکرار ارقام داره وقتی طول مجموعهش طول ستش، طول یونیکاش از طول خودش متفاوت باشه کمتر باشه معمولا کمتر میشه همیشه حالا بیایم چیکار کنیم بگیم خب یه متغیر به اسم کاونت میذاریم میگیم فور نام این رنج عدد چهار رقمی از هزار شروع میشن تا در واقع ده هزار یه دونه کمتر که پایتون هم خودش یه دونه کمتر حساب میکنه توی حلقه فور توی تابع رنج حالا میگیم اگه در واقع لنه یعنی طول اجزای در واقع یونیک یا متمایزه عدد نام که داریم استیارش میکنیم برای اینکه بتونیم جداشون کنیم دیگه چون اگه ببینید اینجا مثلا بزنم ست یک دو سه چار اصلا نمی... قبول نمی کنه میگه نمیتونم اینو ست کنم ولی بگم یک دو سه چار میگه یک و دو سه و چار به راحتی میتونیم با استیار این کار رو انجام بدیم اگه تو اومدی استیارش کردی و حالا دونه دونه ارقامش رو جدا کردی و ازش ست ساختی یعنی تکراری ها رو حذف کردی حالا طولش رو گرفتی مخالف بود با اینکه تو مستقیم استیارش کنی و طولش رو بگیری یعنی متما... تکراری ها رو حذف نکنی یه دونه به این کانت اضافه کن یعنی ما یه دونه حالت مطلوب داریم پیدا می کنیم و در نهایت پرینت کانت ببخشید یک دو سه و اینجا نوشتم باید بنویسم نام چار هزار و چار سد و شست و چهار. دقیقا عددی که با استفاده از اصل متمن تونستیم حساب کنیم حالا بیاییم ببینیم که توی جلسه بعدی جایگشت ها چی هن و چطوری باید با اونها کار کنیم